آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما همراه شدند. خوش آمدید خانم امینی. واکنش ها به مرگ سارا تبریزی بسیار گسترده بوده. کاربران جمهوری اسلامی رو دارن مسئول این مرگ میدونن. ارزیابی شما چه هست؟ درود به شما و همه بینندگانی که ما رو میبینن الان. برای شما نام بردین از خانم گوهر عشقی، خانم علی نجات و چند نفر دیگه، کسانی که به هر حال چهره‌های شناخته شده‌ای هستن. ولی من میخوام اشاره بکنم که چرا هشتگ زدن، چرا نوشتن در مورد سارا تبریزی و سارا تبریزی ها مهم هست و ترند شدن این چه باستاب چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه. ببینید، همین الان در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کسانی که تجربه مشابه داشتن دارن روایت هاشون رو می نویسن و بازگو می کنن. کسانی که شاید پیش از این جسارت و جرأت این رو نداشتن که در موردش در شرایط عمومی حرف بزنن. این مسئله و بازگو کردن روایت ها هم نشون میده که این مسئله تکرار شونده است، این مسئله سیستماتیک یک جنایت حکومتی هست که در واقع در زیر مجموعه یومون آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران ترس میشه و هم دیگران رو تشویق میکنه به ثبت کردن و مستند کردن ماجرا. و چه دیگر این قضیه این هست که سارا تبریزی ها قبلا هم این داستان رو ما دیدیم. سارا تبریزی ها زیاد بودن. ما یلدا آقاپزلی رو داشتیم، منصور سگبن رو داشتیم، اشیاء امام قلی زاده، مهدی زاره و و افراد دیگه. بنابراین تکرار نام سارا تبریزی باعث میشه که شاید روایت ها و جنایت هایی که در زیر اخبار از خاطره ها رفتن دوباره بیان بالا، در مورد اونها حرف زده بشه. برای اینکه این روند دادخواهی هست، ما نمیتونیم این نام ها رو فراموش بکنیم، برای اینکه بخشی از تاریخ معاصر ما پیوند خورده با جنایت هایی که در حق این جوان های سرزمین ایران انجام شده. مسئله دیگه، مسئله خانواده های این افراد هست که ما میدونیم چقدر تحت فشار هستن. اجازه سوگواری ندارن، اجازه صحبت کردن در مورد اتفاقی که برای عزیزترین هاشون رخ داده ندارن و این هم دردی عمومی باعث میشه که شاید بخشی از اون داغ در کنار مردم درمان که نیشه ولی شاید مرهمی باشه براش. و مسئله مهمتر از همه این که دادخواهی از همین امروز شروع میشه، مستند کردن و بازگو کردن این ما از روز اولی که خبر خانم سارا تبریزی اومد دائم داریم میبینیم این خبرها وجوه پنهان تک از اتفاق رخ داده رو مشخص میکنه. خود ایران اینترنشنال اول خبر اما به مرور ما دیدیم که خبر لایه های پنهان تری داشت، از شکنجه سفید در سلول های انفرادی گرفته تا اتفاقی که بعداً افتاد، تا مسئله قرص هایی که خانواده و نزدیکان میگن چنین چیزی اتفاق نیفتاده. همه اینها بخشی از مستند کردن جنایت حکومتی سیستماتیکی هست که در حق سارا تبریزی و دیگران روا داده میشه. بنابراین ترند شدن اون، نوشتن در مورد اون، حتی اگر دو کلمه می نویسیم یک هشتگ میزنیم، اهمیت ویژه داره. بسیاری همین پرونده رو مشابه مرگ تعداد دیگری از زندانیان سیاسی میدونن بعد از آزادی به شکلی مشکوک فوت کردن. دلیل تکرار چنین پرونده های چسب به نظر شما؟ ببینید، مسئله اینجاست که جنایت حکومتی در ایران تصور میشه دست کم از طرف مقام‌های قضایی و کسانی که مجری اون دستورات هستن یا خودشون به طور خودسر این کار رو میکنن، که البته من واقعا اعتقاد دارم این سیستماتیک هست، فکر میکنن که این یک جنایت بی‌عقوبت هست، برای اینکه اونها در پناه امنیت و حاشیه امن حقوقی و قضایی این کار رو انجام میدن. برای همینه که تکرار شونده است، از اون به عنوان ابزار رعب و وحشت عمومی استفاده می کنن و ابزاری هست برای دوام این حکومت تا امروز. بنابراین تا وقتی که ما این دادخواهی رو، صدای دادخواهی رو بلند نکنیم، جمهوری اسلامی از همین ابزار استفاده خواهد کرد و مجریان اون هم اجراش خواهند کرد. ببینید، چرا من اصرار دارم به مجری قانون هم اشاره بکنم؟ تک تک افرادی که از دستگیر شدن سارا تبریزی تا مرگ او نقشی در این حادثه داشتن، یک روزی باید به دادخواهی خانواده و مردم ایران پاسخ بدن. بنابراین همونطور که گفتم، این حاشیه امن باید بسته بشه. سپاسگزارم از شما آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما.